سلام و درود به شما هموطنان عزیز و همه کسانی که در ایران یا سراسر جهان بیننده برنامه ما هستید. براتون در هر کجا که هستید شادکامی، سرفرازی و پیروزی آرزو میکنم. بحث و بررسی امروزمون اختصاص داره به شق و شکاف در رأس نظام که دیروز با به صحنه اومدن همزمان خامنه‌ای و روحانی که شدت و عمق بیشتری هم نسبت به قبل پیدا کرده. یک هفته پیش و بعد از ابراز تمکین روحانی در مراسم نمایش عید فطر در بیت خامنه‌ای به نظر می‌رسید که حداقل بین شخص خامنه‌ای و شخص روحانی یک آتش‌بس برقرار شده، اما این آتش‌بس در بالاترین نقطه نظام یک هفته بیشتر دوام نیاورد و یک بار دیگه شکاف در رأس نظام سر باز کرد و دوباره با شدت بیشتر به جون همدیگه افتادند. دیروز ولی فقیه ارتجاع به قضایه تحت امرش دست باز برای کنترل و گوشمالی دو قوه دیگر را داد. گزارشی داریم در این باره. تلویزیون رژیم 12 تیر. حضرت آیت الله خامنه ای نگاه تحولی و جهادی در برنامه ریزی ها و اقدامات در قوه قضاییه را ضروری خواندند و با اشاره به جایگاه قانونی بالای این قوه و تاثیرگذاری آن بر دو قوه دیگر و در مسائل عمومی کشور گفتند، در قانون اساسی تصریح شده است که نظارت بر حسن اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای امور بر عهده قوه قضاییه است و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دو بازوی اصلی قوه مسئولیت این دو وظیفه مهم را بر عهده دارند. خامنه‌ای به قضاییه آخوندی تاکید کرد امر به معروف و نهی از منکر هم جزء قانون اساسی است، اما برخی بی توجه هستند. در جایی که آبروی نظام در معرض خطر است، حفظ آبروی نظام اسلامی مقدم و مهمتر است. ولی فقیه ارتجاع علم و کتل حقوق شهروندی را که روحانی مدعی آن بود به دست دشقیمان قضاییه داد و گفت این قوه باید پرچمدار این موضوعات باشد و با مخالفان و معارضان حقوق عمومی در هر جایگاهی مقابله کند. آخوند روحانی هم به نوبه خود از نقطه دیگری بر آتش جنگ باندی دمید و بار دیگر زهر منطقه‌ای را راه برون رفت نظام از بحران‌های داخلی و خارجی توصیف کرد. من قبلا هم در یک بحث دیگر گفته‌ام، بحث در این که کدام کشور در منطقه ما قوی‌تر باشد باید کنار گذاشته شود. قوی ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود. منطقه قوی تر باید مد نظر ما باشد. روحانی در ادامه سخنانش گفت هیچ سیاستی در جهان موفق نیست مگر برد برد باشد. اگر کسی فکر کند تنها می تواند منافع خود را به قیمت از بین بردن منافع دیگران تامین کند، حتما اشتباه کرده، ولو آمریکا باشد. باید در مسائل مختلف به جای قطع دست یکدیگر دست به دست هم بدهیم و با محترم شمردن حقوق یکدیگر با سیاست برد برد به همدیگر کمک کنیم. در بحث محیط زیست نیز باید سیاست برد برد به وجود آید تا مشکلاتی که گریبان منطقه و جهان را گرفته است حل شود. بلافاصله ارگان‌ها و مهره‌های خامنه‌ای برای پاسخگویی به صف شدند. کیهان خامنه‌ای 13 تیر. چه کسی از ایران ضعیف سود می‌برد؟ آقای روحانی، چرا اصرار دارید قدرت اول منطقه نباشید؟ رئیس جمهور در اظهار نظری عجیب گفت قوی‌ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود. وی در ابتدای این اظهارات خود با بیان این جمله که بنده قبلا هم در بحث دیگری گفته‌ام در واقع از طرح منطقه‌ای قوی به جای قدرت منطقه‌ای به عنوان زیرساخت راهبرد منطقه‌ای خود که قبلا از آن با عنوان برجام منطقه‌ای و با کلید واژه برجام 1 و 2 یاد می‌کرد رونمایی کرده است. سایت حکومتی انتخاب 13 تیر. پاسدار قاسم سلیمانی: نباید تداعی حرف‌های دوره‌های گذشته را کرد. اگر کلامی در کشور برخلاف منویات رهبری گفته شود و
اعتراضی صورت نگیرد، در گناه آن سهیم هستیم. اگر ایران را به یک کشتی تشبیه کنیم، ناخدای این کشتی مقام معظم رهبری است که بدون این رهبری این کشتی به ساحل نمی رسد و این اصلا بحث قانون نیست، بلکه بحث بقا و عزت این کشور است. مهدی محمدی، مهره باند خامنه‌ای، 12 تیر. روحانی در واقع دارد میگوید تلاش برای قدرت منطقه‌ای شدن خود بخشی از مشکل است، نه راه حل. روحانی دقیقاً کدام بخش از قدرت منطقه ایران را قابل معامله می‌داند و طرف معامله‌اش کیست؟ چه چیز را چند می‌خواهند بفروشند؟ یک سوال جزئی‌تر هم هست. آنچه اکنون می‌گویند چه مقدار عقبه مذاکرات محرمانه دارد؟ رضا سراج از مهره‌های باند خامنه‌ای، نسیم آنلاین، 13 تیر. اوریانگویی اخیر روحانی دیگر سهل‌اندیشی و اشتباه محاسباتی وی نیست، بلکه آشکارسازی مبانی غلطی است که هدف آن نرمالیزاسیون انقلاب اسلامی و حزم و هدم آن و جهانی سازی است. این اظهارات اوریان در حقیقت مبانی و زیرساخت برجام‌های هفتگانه مدنظر جریان نفوذ و حلقه‌های میانجی برای تغییر هویت انقلاب اسلامی است. روزنامه حکومتی وطن امروز، 13 تیر. اظهار نظر مشکوک روحانی درباره تحولات منطقه‌ای، تلاش برای برجامیزه کردن تحولات خاورمیانه. این سیاستی است که از مدت‌ها قبل پیش بینی می‌شد حسن روحانی درباره تحولات منطقه‌ای در پیش بگیرد. یکی از مواردی که صاحب نظران درباره آن هشدار داده بودند، کشاندن مدل ضعیف برجام به تحولات منطقه‌ای با اسم رمز سیاست برد برد برای تحولات منطقه‌ای است. همونطور که در این گزارش هم دیدیم، به نظر میرسه که کشمکش باندی بین روحانی و خامنه‌ای و دارادستشون بالا گرفته و این در حالی که پیشنهاد یکی از مهره‌های باند خامنه‌ای به نام زاکانی مبنی بر آتش‌بس یک طرفه مورد استقبال هم قرار گرفته. این موضوعی هست که اون رو امروز با اسدالله مصنع مورد گفتگو قرار میدیم. با عرض سلام خدمت شما و خوش آمد به شما. سلام بر شما و به همه بینندگان عزیز. بفرمایید. این کشمکشی که الان بین خامنه‌ای و روحانی و باندشون وجود داره و تو گزارش هم قسمت‌هایش رو همین الان دیدیم، با توجه به این که همین زاکانی که بهش اشاره کردیم به اصطلاح استقبال کرد، یعنی صحبت از آتش بس کرده و استقبال هم شده از این آتش بس، تو یک چنین فضایی فکر کنید که جنگ باندی وضعیتش به کجا خواهد رسید؟ بله، نکته جالب اینه که خود زاکانی که این پیشنهاد داده، دو روز نکشید که خودش به قول معروف زیرابشو زد. بله، راست میگیم، پیشنهاد آتش بس یه طرفه داد و استقبال هم شد از جمله همباندیشون توکلی، احمد توکلی. بله، که اینو باید با طلا نوشت، یعنی اینقدر رفتن پشتش. بله، اما روز 12، روز 10 زاکانی حواظ زد. روز 12 من اجازه بدین این حرفش و قسمتش رو بخونم. حرف زاکانی. بله، که خبرگزاری نقل کردن از جمله خبرگزاری حکومتی ایلنا. بله. علیرضا زاکانی در یادداشتی در واکنش به امضای نخستین نمونه از قراردادهای جدید نفتی، منظورش توتاله. بله، قرارداد توتال که قرار است بعد از ظهر امروز میان شرکت نفت ایران و توتال فرانسه به امضا برسد، نوشت اینجا موضوع اصلی است و نه فرعی. وقت آتش به اختیار، فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش بس هر چند یک طرفه جایز نیست. پس گرفت در از درست. برای من این بنظرم جواب سوال روشن چه این چیزی نخواهد بود. قبلا هم از این حرفا زدن، ولی ما آن چه که داریم میبینیم فقط عرض کنم که پیشرفت کشمکش و درگیری و جنگ قدرت و نه غیر، علارغم حرفایی که قبلا هم میزدن. کلا علتش هم خیلی روشن است. رژیم آخوندی، رژیم ولایت فقیه، دینامیزم وجودش رو از قدرت پرستی، جنگ برای قدرت و هشمونی، چپالو و غارت میگیره. برای من وقتی که حاکمیتی دینامیزمش رو عظیم میگیره، اینها همه حرفه، چیزهایی است که به قول معروف میان مسکنی یا حرفی میزنن
ولی چنین کاری نمیتونم بکنم. خیلی هم روشنه که الان شما نمایش انتخابات که نزدیک 1.5 ماه ازش میگذره نگاه کنید، هر چی به جلو میایم این روند عمیق‌تر و تشدید شده. این که میگید این روند به سال عمیق‌تر شده یا شدت پیدا کرده، بر اساس چه نمونه‌ای میگید؟ چون به طور عام جنگ باندی که همیشه بوده، بله، چه نمونه‌هایی هست که میگید شدید شده؟ فقط با توجه به وقت من به چند تا اشاره میکنم. بله. یک نمونهش داستان روز به اصطلاح قدس، روز فرا به قول خودشون ملی، روز بین المللی که خودشون مدعین یک روز جهانیه، تبدیل میشه صحنه‌اش به چی؟ به اون صحنه‌ای که برای نفر دوم کشور یعنی آخوند روحانی رئیس جمهور به وجود میارن، فراتر از هر چی که قبلا بوده شعارهای مرگ دادن، لباس شخصی‌ها و چماق‌دارا وارد صحنه شدن، اونم تو یک نمایش خیابانی تو خیاب کشیده شدن به خیابون، اونم دروی تلویزیون پخش مستقیم رژیم. یعنی هر چی شما بخواید بگین به این یکی باره، چیزی که ما قبلا در این کیفیت در این وضعیت نداشتیم. این شعارا و این نوع این اصلا برنامه‌ریزی که شده بود، صحنه‌ای که آرایشنا و اونم پخش مستقیم این یه نمونه. یا نمونه دیگه همین الان که شما گزارش که پخش کردین یا گفتگو دیروزتونم که من گوش کردم، اصلا حرفا از لفافه در اومده، خیلی اوریان رو در رو، یعنی به کیفیت جدیدی بالغ شده. یا نمونه دیگه نماز روز عید فطر، تریبون رسمی نماز عید فطر، اونم روزی که خود ولی فقیه ارتجاع داره میاد، درست قبل از اون یه نفر میبرن به عنوان مدعا و اون شعر رو میخونه علیه کی؟ صف اولو، که مقامت اینجوری و حواست باشه و برجام هم اینجوری و برد بودم که برد برد بردن و بعدم خوردن. خوردن و فلان، این حرفا چیزی براش باقی نگذاشت. بله. یا به نظرم مهمتر از همه رفتن بحث ها روی مسائل پایه‌ای، مسائلی که ماهیت رژیم برمیگرده، مسائلی که بسیار جدیه برای رژیم، یعنی در اصل مرز سرخ‌های رژیمه، بحث رفته روی این مسائل. این که میگید رفته روی موضوعات پایه‌ای یا مرز سرخ‌ها، مشخص‌تر میتونیم بگیم منظورتون چی هست؟ بله، من فقط بخوام اشاره کنم، اولین مسئله مسئله بحث که شما تو جریانید که بعد از داستان برجام و برجام یک به اصطلاح و زهر اتمی بله، خود رژیم حتی خود خامنه ای گفتن آقا داستان چیه؟ داستان اینه که میخوان ما رو بردارن ببرن رو موضوعات چی؟ بعدی از جمله خودشون بودن حقوق بشر، بعد میخوان بگن تروریسم، بعد میخوان بگن چی؟ برجام چی؟ 1, 2, 3, 4 جنگ و دعوایی بود دیگه، درسته، و تنزل بی پایان حرفای خود خامنه ای. خب الان نگاه کنید، من میگم این یه بحث پایه‌ای برای رژیم، درست روحانی الان گزارش شما پخش کرد، میره رو بحث منطقه، میگه من قبلا هم در یک بحث دیگر گفتم که کدام کشور، گفتم بحث در اینکه کدام کشور در منطقه ما قوی تر باشد باید کنار گذاشته شود، قوی ترین در کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود، منطقه قوی تر باید مد نظر باشد. پس این در قدم اول زیر سوال بردن موقعیت و جایگاه رژیم ولایت فقیه در منطقه است که همیشه میگفتن ما به قول معروف هلال شیعی، قدرت یک منطقه، نه؟ بله، ام القرا، یه چیزایی نیست که ما بگیم سر تا سر از اول تا حالا گفتن، از خواست خمینی است. بله. پس اینو میبره جلو احمد سوال، بعد ادامه میده میگه هیچ سیاستی در جهان موفق نیست مگر برد برد باشه. برد برد به قول معروف کلید واژه چیه؟ برجام. بله. برد برد باشد، بعد میگه که باید در مسائل مختلف به جای قطع دست یکی دست به دست هم بدهیم و با محترم شمردن حقوق یکدیگر بایستی برد برد به همدیگر در برد برد به هم برد برد به همدیگر کمک کن. همچنین گفتم برد برد کد برجامه و بران که تا اینم حرف زد بلافاصله عکس العمل شدید و سریع در برابر این حرف نشون داد که این حرفا چی داری میزنی. من فقط به چند یک دو تا نمونه کوچیکش اشاره کنم، به یه نمونهش البته وقت نیست، کیهان خامنه ای میگه چه کسی از ایران ضعیف سود میبرد؟ اون رفته کجا، اینم کجا دست میذاره؟ آقای روحانی چرا اصرار دارید قدرت اول منطقه نباشیم؟ پس قدرت اول منطقه یه اصل برای رژیم.
رئیس جمهور در اظهار نظر عجیبی گفت قوی ترین کشور در منطقه نباید به عنوان هدف اول دنبال شود. اشاره میکنه روحانی در ابتدای این اظهارات خود این جمله هم که بنده قبلا در بحث دیگری گفتم با این جمله در واقع از طرح منطقه قوی به جای قدرت منطقه‌ای به عنوان زیرساخت راهبرد منطقه‌ای خود که قبلا از آن با عنوان برجام منطقه‌ای و با کلید واژه برجام یک یعنی برد برد یاد میکرد رو نمایی کرده است. پس اونم دست میذاره یا پس این حرف یعنی زهر منطقه‌ای دیگه. بنابراین چی از این موضوع پایه‌تر؟ حالا این مثلا این یک موضوعش. موضوع دوم که چی یعنی مسئله سپاه پاسداران و جنگ و دعوایی که چی بود؟ این وسط مطرح بود سر سپاه پاسداران که روحانی رسما من گفت من اقتصاد رو گفتن که از دولتی بکنیم خصوصی. اومد اقتصاد از یک دولت بی تفنگ گرفتن دادن به یک دولت چی؟ با تفنگ. با تفنگ که رسانه داره، همه چی داره، سلاح هم داره، کسی هم جرأت رویارو باشتن. بله. تیز بود رو کجا؟ سپاه. سپاه مرز سرخ این رژیمه و دیدین چه عکس العمل هایی برامون این که میگم رفع رو مسائل پایه‌ای‌تر اینا نمونه هایی است که به نظر من خوب مثلا این که شما میگید نمونه هایی که گفتید درسته نشون دهنده عمق شکاف بین سران رژیم و رأس نظام هست، اما به چه دلیل میگید که اینا افزایش یابنده است و شدت پیدا میکنه؟ آره. یعنی اگه بخوایم به اون دلایل پایه‌ای شو بیشتر دلایلی که نشون میده که این سمت و سوی که گفتم واقعی است بله. به این سمت خواهیم رفت بله. من به محوری به طور محوری اشاره میکنم. یکی داستان انتخابات رژیم و نمایش انتخابات، اون چیزی که خامنه ای میخواست نشد. مهندسیش نگرفت بله. جلاد را نتوانست حاکم کند، برای این شکست خود و زهر شقه که بسیار بسیار مسئله جدی است به بالای نظام تزریق شد. درست. اینم که میگم یک ماه نمیگذره گذشته خودش آبش خودش همون زهر شقه است. این یک نکته. دوم تغییر شرایط بین‌المللی، چیزی که میگیم تغییر دوران، داستان مماشات و اون بساط ها و همان اوباما و این حرفا رخ بربسته. الان به صراحت دارن بحث از چی میکنن؟ تغییر رژیم میکنن، چیزی که داد رژیم در آورده. الان علارغم برجامی که امضا شده و گفتن تحریم و برجام شده، ما روبرو هستیم با چی؟ با تحریم های بیشتر گسترده تر که خودشون میگن مادر تحریم ها و انزوای بیشتر. این یک پایه دلیل دیگه. نکته بعد ائتلاف منطقه و انزوای رژیم تو منطقه دیگه. آخریش تجمع 50 کشور عربی اسلامی و همراه آمریکا و اون بیانیه که صادر شد که سر تا پا علیه کی بود؟ رژیم بود. نکته دیگر وضعیت اجتماعی در ایران، شرایط بسیار انفجاری که خودشو در اعتراضات گسترده تر چه در کمیت چه در کیفیت به راهپیمایی تبدیل شده. شعارهایی که میدن خودشو نشون میده. اینم یک دلیل دیگر. نکته دیگه پیشرفت جنبش دادخواهی که انقدر این به عنوان جلو رفت که حتی صدای ولی فقیه ارتجان هم در آورد گفت آقا جای جلاد و چی شهید و و کوریس که دائم دارن، یعنی تمام دستگاهشون بعدم بعد از اون که این گفت اندیشمندان فلان کنن. شما میبینید الان دیگه روزی نیست که رژیم به غلط کردن افتاده که اشتباه کردیم 15-16 سالی چی نگفتیم. الان بودن هر رو برنامه تلویزیون مصاحبه هر مزخرفی و هر حرفی و هر تبلیغاتی هر چیزی هم دارن در رابطه با این میکنن. در هم به قول من جنبش دادخواهی اینم نتیجه‌اش که عکس العمل رژیم. نکته دیگه که مهمتر جایگاه مقاومت، همه اینا که شما گفتم ماده میشه جایگاه مقاومت و اونم در شرایطی که بعد از هجرت بزرگ و این موفقیت بزرگ که شکست استراتژی برای رژیم و موفقیت استراتژی برای مقاومت بود که من دارم خودشو در گرد همایی بزرگ مقاومت تو پاریس نشون میده که همه اینها رو میشه خلاصه کرد تو این ما با صحنه روبرو بودیم تو این گرد همایی که در یک جمله انزوای هرچه بیشتر رژیم، جایگاه مقاومت و تغییر سیاست جهانی علیه رژیم که همه این حرفا گفتم. اگر کسی این نمایش شکوهمند و عظیم رو که بیانگر جایگاه و موفقیت و پیشرفت مقاومت در برابر این رژیمه نگاه بکنه، همه اینا که گفتم قشنگ تو این چی میشد؟ ماده میشد. برابر اینا گوشه دلایلی است که رژیم نمیتواند
توبه مرگ، توبه گرگ به اصطلاح چیه؟ مرگ است. مرگ. بله. تشکر می‌کنم از اینکه در گفتگو امروز ما شرکت کردید. تا حالا در این برنامه از ما زیاد شنیدید که جنگ و جدال باندهای رژیم با عناوینی از قبیل پایان ناپذیر و شکاف زیاد و امثالهم یاد میکنیم. خب به نظر میرسه که این دفعه دیگه دستندرکاران این جنگ تصمیم گرفتن که به این سگ دعواها که تنها باعث شادی دشمن یعنی مردم ایران میشه خاتمه بدن و از قضا یکی از آتش بیاران همین معرکه به نام زاکانی که از باند خامنه ای هست پیشنهاد آتش بس یک طرفه داده و خیلی هم با خوشحالی از اون استقبال کردن. خب ما هم با به اصطلاح انتقاد از خود به خاطر پیش داوری که درباره این جنگ و دعوا داشتیم گزیده ای از آخرین خبرهای مربوط به این داستان رو تا پایانش با هم ببینیم. یک پیشنهاد محال، آتش بس در جنگ باندی. زاکانی از باند خامنه ای 10 تیر. به نظر امروز باید هوشیار بود، از جنجال پرهیز کرد و حتی آتش بس یک طرفه داد. توکلی از باند خامنه ای 10 تیر. با این اختلافات خانه‌سوز، پیشنهاد دکتر زاکانی را باید با آب طلا نوشت که گفت حتی یک طرفه هم شده آتش بس دهیم تا اصلاحات اساسی به دست دولت انجام شود. سایت نام نیوز از باند روحانی 13 تیر. این روزها تندروهای جریان اصولگرا همچنان در شوک ناشی از شکست رئیسی مقابل روحانی آشفته حال طی می شود. آنقدر که هم واکنش و اقدام انتحاری علیه روحانی انجام دهند و هم خودشان فرمان آتش بس بدهند. خبرگزاری حکومتی ایلنا 13 تیر. واکنش باهنر به پیشنهاد آتش بس سیاسی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان. مردم با هم مشکلی ندارند. مردم از ما دلخور هستند که چرا با هم دعوا میکنیم. اصلاح طلبان از بحث و گفتگوی ملی برای فتنه حرف میزنند که این درست نیست و خط قرمز ماست. روزنامه آفتاب یزد از باند روحانی 13 تیر. آخوند غربیان معتقدم خود اصولگرایان هم این آتش بس سیاسی را نمیپذیرند. با توجه به شرایط منطقه و فشار بیرونی که وجود دارد میتوان جدای از این بحث ها با تکیه بر روی مشترکات مانع دو دستگی شد. محمد هاشمی از باند روحانی 12 تیر. جنگی نبوده که آتش بس لازم باشد. متاسفانه این لفظ لفظی تحریک کننده و منشأ سوء استفاده دشمنان است. آنها این کلمه را این گونه معنی می کنند که جنگی درون نظام برقرار است که برای خاتمه آن اعلام آتش بس کردند. بر این عقیده‌ام که استفاده از لفظ آتش بس نه در شأن ملت ایران است نه نظام. اگر آتشی هم هست در داخل نیست. بله ما دشمنانی در خارج داریم که در کمین نشستند تا زهر خود را به ما بریزند. خبرگزاری ایلنا از باند روحانی 12 تیر. علیرضا زاکانی در یادداشتی در واکنش به امضای نخستین نمونه از قراردادهای جدید نفتی که قرار است بعد از ظهر امروز میان شرکت نفت ایران و توتال فرانسه به امضا برسد نوشت: اینجا موضوعی اصلی است نه فرعی. وقت آتش به اختیار فریاد کشیدن و اقدام مناسب است و آتش بس هرچند یک طرفه جایز نیست. پس بسم الله. خب بینندگان عزیز اجازه بدید که در این قسمت از برنامه با همکارم مسعود پیرنیا همراه بشیم و گزارش که از روزنامه‌های حکومتی امروز برامون داره. سلام میکنم به تو مسعود و آماده ایم تا گزارش تو رو ببینیم و بشنویم. امید سلام به تو و سلام به همه بینندگان عزیز. عنوان‌های اول روزنامه‌های باند ولی فقیه ارتجا سه‌شنبه 13 تیر ماه به پروبال دادن ولی فقیه ارتجا به قضایه برای حمله به حسن روحانی اختصاص داره. جوان خامنه‌ای در دیدار رئیس و مسئولان قوه قضاییه. قوه قضاییه پرچمدار حقوق عمومی و آزادی‌های مشروع مردم شود. موضوعاتی همچون مسئله انتخابات، ریزگردها و بورسیه ها نمونه های از عرصه های لازم برای حمایت از حقوق مردم است. حفظ آبروی نظام مقدم و مهمتر است. نباید احساس شود که قوه قضاییه با متخلفان قضایی برخورد نمی کند.
کیهان. خامنه‌ای در دیدار مسئولان قوه قضاییه تاکید کرد برخورد با متخلفان به مردم امید و آرامش می‌دهد. کیهان. چه کسی از ایران ضعیف سود می‌برد؟ آقای روحانی، چرا اصرار دارید قدرت اول منطقه نباشید؟ روزنامه‌های باند روحانی از ملاقات خامنه‌ای و قضاییه تحت امرش عنوان‌های سیخدار رو به باند رقیب انتخاب کردند. شهروند. قوه قضاییه را از درون اصلاح کنید. قانون عین همین رو گفته. قوه قضاییه را از درون اصلاح کنید. روزنامه‌های حکومتی قرارداد با توتار رو اومدن موضوع جنگ باندی خودشون کردن. کیهان. قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه. آفتابی است. توتال به ایران آمد، بفرمایید گلابی برجام. شهروند. ارزشمندترین قرارداد نفتی ایران منعقد شد. امضای بزرگ. همدلی. علی‌رغم مخالفت دلواپسان داخلی و خارجی، قرارداد 4.8 میلیارد دلاری با توتال امضا شد. دستاوردهای نفتی انتخابات 96. روزنامه‌های باند خامنه‌ای در سومین روز بعد از برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس با ادامه سوز و گداز و زدن توی سر دولت روحانی به لجن پراکنی علیه مجاهدین رو آوردن تا با شیوه‌ی پلید آخوندی به اصطلاح ریزش‌های نظام رو تسکین بدن و آثار ابراز وحشت روزهای قبل خودشونو یه جوری رفع و رجوع بکنن، اما نتونستن از تأثیرات اعتلای مقاومت بر بحران‌های درونی نظام ابراز نگرانی نکنن. یک نمونه رو در کیهان خامنه‌ای با هم دیگه نگاه می‌کنیم. کیهان. قرارداد با توتال پاداش دولت به خیانت‌های فرانسه. فقط دو روز از سفر وزیر خارجه کشور به فرانسه گذشته بود که خاک این کشور میزبان همایش مجاهدین علیه نظام شد. فرانسه با آغوش باز مجاهدین را تکریم کرد و حتی پیش از آن که وزیر خارجه به تهران بازگردد، تحریم‌های دیگری را علیه ایران تصویب نمود. دولت حاضر نیست بپذیرد پنجره برجام تقریبا بسته شده و با اجرای تحریم‌های جدید آمریکا حتی کرکره پنجره برجام نیز پایین خواهد آمد. اما نمونه دوم سوز و گداز رو در روزنامه‌های باند روحانی با هم ببینیم که چطور از اطلاع موقعیت مقاومت به وحشت افتاده. روزنامه اعتماد. تلاش دیگری که مجاهدین از زمان رفتن از ایران انجام دادند، تعامل با دولت‌های غربی برای جلب حمایت دولت‌ها و احزاب و سیاستمداران ضد جمهوری اسلامی در جهان بود. آنان سراغ محافل آمریکایی و انگلیسی و فرانسوی رفتند تا همه آنان را قانع کنند که سرنگونی جمهوری اسلامی باید به یک خواست جهانی تبدیل شده و بر سر آن در سازمان ملل توافق ایجاد شود. در این میان نوع برخورد صدا و سیما و برخی عناصر خاص با مسئله مجاهدین قابل تأمل است. این روزها در بخش‌های مختلف خبری و برخی برنامه‌های صدا و سیما سعی شد که میان اقدامات مجاهدین با برخی از منتقدان و معترضان در داخل ارتباط ایجاد شود و در این زمینه ادعای مریم رجوی درباره نقش مجاهدین در حوادث سال 88 بزرگ نمایی شد. طبعاً مسئولان سیاسی و رسانه‌ای ما نباید در دام مجاهدین بیفتند و آن ادعاهای گزاف را باز هم بزرگتر کرده و به خورد مردم بدن. بله، میبینید که این رژیم درمونده و روبه زوال از هر طرف که میچرخه یه جای کارش خراب میشه و تا میاد به اصطلاح لحاف مندرس و پوسیده نظام را از یه جا رفو کنه، از چند جای دیگه پاره میشه و جل میخوره. امید، این بود گزارش امروز ما در رابطه با رسانه های حکومتی. خیلی متشکرم مسعود، خسته نباشی و ازت خداحافظی میکنم. خدا نگه. خب یک جمله و یک تیتر در این گزارشی که الان هم مسعود براتون داد اومده بود که توجهم رو به خودش جلب کرد، اونم تیتر روزنامه آفتاب یزد بود که نوشته بود مضمونش این بود که توتال به ایران اومد، بفرمایید این هم گلابی برجام. اگر نمیدونستیم که این روزنامه از باند روحانی هست میگفتیم لابد باند خامنه‌ای داره به روحانی گوشه و کنایه میزنه، اما وقتی روزنامه خود همین باند اینطوری مینویسه آدم دیگه یک خورده گیج میشه که چرا اینطور نوشته، چون معلوم نمیشه این گلابی بالاخره گیر کی اومده. بنابراین بفرمایید این هم گلابی باید خطاب به توتال باشه که یک قرارداد 5 میلیارد دلاری رو به اصطلاح تمیز قورت داد.
ببینید رژیم و دولت روحانی چقدر بدبخت هستن که این رو به حساب پیروزی و میوه برجام میذارن. کیهان خامنه‌ای هم در همین رابطه آه و ناله کرده که هنوز چند روز بیشتر از برگزاری نشست مجاهدین در فرانسه و همراهی فرانسه با سایر اروپایی‌ها برای وضع تحریم‌های جدید علیه رژیم آخوندی نگذشته که دولت 11 قراردادی 5 میلیارد دلاری با شرکت فرانسوی توتال امضا کرد و فرانسوی‌ها جایزه‌ای از دولت 11 دریافت کردند که بهت همگان را برانگیخت. بله، ظریف وزیر خارجه رژیم رفته بود فرانسه که مثلا جلوی برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران رو بگیره. قیمتی رو هم که باید بابت این موضوع به دولت فرانسه میداد تو جیبش گذاشته بود. یعنی یک قرارداد پرروغن و چرب 5 میلیارد دلاری. نتیجه این بود که فرانسوی‌ها هدیه ظریف رو گرفتن و با یک اردنگی و با یک محکومیت نقض حقوق بشری اونو پیش مقام ولایت فرستادن. و لابد حرفشون بود که قیمت گردهمایی مجاهدین خیلی خیلی بیشتر از این هاست. دوستان عزیز بیننده، در انتهای برنامه 360 درجه امروز هستیم. انشاءالله که مجموعه که خدمت شما ارائه کردیم مورد قبولتون واقع شده باشه. تا فردا و برنامه دیگر همتون رو به خدای بزرگ میسپاریم. موفق باشید.